برگشتیم با شما هستیم در بخش کلید نور و شما میتونین سوالات دینی خود با ما شریک بسازین و اگر سوالی هم دارین میتونین که تماس بگیرین به 86 56، منتظر سوالات شما هم هستیم. استاد پوپالزای با ما در این بخش هست. سلام استاد، صبح بخیر، خوش آمدین. علیکم سلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه. امیدوار هستم که هفته را به خوبی و خوشی و دور از انتحار و انفجار بخیر آغاز بکنیم. امید. زنده باشین. بسیار خوش آمدین استاد. با ما هم آرزو میکنیم که روز خوب شما هم آغاز کرده باشین. میریم به طرف پرسش ها و در نخست سپاسگزاری میکنیم از تمام بیننده های خوب ما که سوالات خود با ما مطرح کردن. نخستین سوال هم الهام جان مطرح کردن، سلام براتان، تقدیم کردن، سپس سوال خود مطرح کردن، گفتن خداوند به هر چیز آگاهست، پس چرا شیطان را آفرید؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوالی هست که نزد اکثر کسا پیدا میشه که دلیل آفرینش شیطان یا فلسفه آفرینش شیطان چی هست. خب شیطان در ابتدا شیطان آفریده نشده بود. شیطان از اما موقفی که خداوند متعال جل و علا شانه برش داده بود از او سوی استفاده کرد تا ای که رانده شد از دربار حق، زمانی که هرچند شیطان از جمله ملائک نیست اما خود را به جای رسانده بود که با ملائک هم سطح بود. بله. که خداوند متعال جل و علا شانه میگه که واید قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. هم وقتی که ما گفتیم که برای آدم سجده کنین همه سجده کردن جز شیطان. پس شیطان سجده نکرد و رانده شد و از اما موقف و جایگاه خود سوی استفاده کرد و بالاخره ترد شد و آمد به شیطان. اما آنجایی که فلسفه وجودی شیطان یک برنامه بسیار جداگانه میخواهد که ما مفصل روی از این بحث بکنیم که چرا شیطان ما را وسوسه میکنه و ما اگر گناه میکنیم چرا خداوند جل جلاله ما را مؤاخذه میکنه و امثال اینا سوالات زیادی هستن. اما به هر صورت خلاصه گفته میتونم که شیطان وجودش نه تنها برای انسانهای متقی و پرهیزگار شر نیست بلکه خیرم هست. بله. یکی از فلاسفه ها میگن که اگر در صورتی که انسان در با یک دشمن قوی مواجه نشه، روبرو نشه، ای به تکامل نمیرسه. نه هر چقدر که دشمن قوی میباشه ای هم خود را چی میسازه؟ قوی تر میسازه. پس انسانی که شیطان را دشمن خود میپنداره و در مقابل وسوسات از او خود را نگاه میکنه امی هست که خداوند متعال در مقابل یک اجر و یک عمل نیک ده حسنه و ده اجر و پاداش برشاد میده. پس ای او یک وسیله خیر برای کی هست؟ برای کسایی هستن که خود را از شر شیطان و اینا به دور میسازن. پس شیطان اگر ما بسیار خلاصه و مختصر بگوییم این هست که وجودش، موجودیت شیطان به خاطر تکامل ما و شما هست که ما خود را تقویت بکنیم و از وسوسه های شیطان خود را دور بسازیم و نگاه بکنیم. و بله. سوال بعدی از آقای خال مراد حقزاده هست که بعد از سلام گفتن که من بالای کسی به مبلغ 4000 افغانی قرض داشتم، عمر جای دیگه سفر کرد، پولم بالایش باقی ماند. حال اون نفر میگه که من پول تو را به یگان غریب یا به مسجد کمک میکنم، آیا به نام من خیرات کنه قبول میشه یا خیر؟ در صورتی که اینا رضایت داشته باشن که بله پولی که من بالای شما قرض داشتم اون را برای مسجد یا به یک فقیر و بیچاره کمک بکنین رضایت داشته باشه، بله خیراتش هم قبول میشه. اگر رضایت نداشته باشن بگن که نه پول مرا روان بکو و اونا این پول را بگن که من صدقه دادم و خیرات دادم، این جواز نداره. بله. پس رضایت جانبین شرط. بله بله. شرط نخست. بله بله. فهیم جان سلام برات، از عالم دور از آمریکا تقدیم کرده و در رابطه با یک موضوع گفتن میخوایم که نظر جناب استاد بدانم. گفتم ما صدای آذان نمیشنویم در جایی که زندگی میکنیم و یک اپلیکیشن گفته در موبایلم انسال کردیم از دو طریق گفته ما آذان وقتی که میشنویم باز نماز میخوانیم، آیا درست است یا خیر؟ خوشبختانه تکنولوژی امروزه یک کاری که کردن امین هست که اوقات آذان یا اوقات دخول نماز و وقت قضای نماز معلوم میشه و در 4 مذهب، مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و هر کدام در هر مملکت یا هر کشوری که باشیم یا هر نقطه‌ای که باشیم برای ما نشان میده. و برادر ما از این اپلیکیشن که استفاده میکنن بله نمازشان میشه، اما وقت نماز که داخل میشه میتونن که نماز خود را بخوانن و ادا بکنن و انشالله که از دعای خود ما را هم فراموش نکنند، ولی نمازشان میشه، هیچ مشکل نداره. سوال بعدی از سویتا جان هست که گفتن که
روز جمعه میگن که خانم ها باید بعد از مردان نماز بخونن یا کمی ناوقت‌تر باید نماز ادا کنن، یعنی بعد از اینکه مردان نماز ادا کردن بعدش خانم ها باید نماز بخونن، این درست است؟ در صورتی که شرایط مساعد باشه و مساجد باشه که نماز جای نماز برای خانم ها هم باشن که بتانن نماز جمعه را ادا بکنن بهتر، و اگر اینطور شرایط مساعد نمی باشه یا امکانات نیست مثل کشور ما و شما که زندگی میکنیم، خوب است که نماز در وقتش ادا بکنن، هیچ مشکل نداره. میتونن که چون اگر به تاخیر مندازند نشه که نماز قضا شود، چون بعضی مساجد بسیار ناوقت میخوانند نماز را و ایره منتظر بانند که تو باشتو که نماز مسجد خلاص شود، بعد از او باز فامیل بیاید باز نان بخورن، بعد از او باز نماز بخورن قضا میشه، به این خاطر میتونن نماز خود را ادا بکنن، مشکل نیست. بله، یک دوست ما سوال مطرح کردن، سلام براتون تقدیم کردن، گفتن بعضی انسان هاست که با دروغ بزرگ شدن و زندگیشان هم شده پر از دروغ و فریب و نیرنگ، گفته در چه حالت ما میتونیم که دروغ بگویم؟ بله، شاید چنده باشه ایمان جان، نگان دفعه میگن فلان دروغ دروغ مصلحتی بود. بله بله، میگن که دروغ مصلحت آمیز به راس فتنه انگیز، و یکام دفعه میگن که ات دروغ گفتی دروغ شاخدار بود. خداوند ما را از دروغگویی و دروغ نجات بده، چون بسیار عمل زشت هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که این صدق ینجی و الکذب یهلک، صداقت انسان را نجات میده و دروغ آدم هلاک میسازه. اما گاه گاهی میشه که انسان به دروغ نیاز میشه، درست است؟ اینجا اسلام برای ما 3 مورد را اجازه داده. او موارد کدام هست؟ به خاطر اصلاح یا آشتی بین دو فرد، اگر کسی دروغ میگه مشکل نداره. دوم، اگر کسی برای همسر خود دروغ میگه، چون زندگی زناشوهری زندگی هست که تهدابش محبت و عشق و علاقه و صمیمیت هست، به این خاطر نباید بس چیزهای اندک اندک خوردگیری سبب شود که امو قانون خانوادگی خدای نخواسته از هم بپاشه و یک جای محبت را کینه بگیره. خواهشات خانم ها زیادتر میباشند، گاهی شاید شود که خواهش را بکنن یا چیزی را تقاضا بکنن که از توان شوهر بالا باشه. اگر شوهر داری اینجا دروغ میگه، این دروغ جواز داره. بر روایت حدیث ام سلمه رضی الله تعالی عنها که در ترمیزی روایت هست. و سیوم هم در حالت جهاد اگر کسی دروغ میگه مشکل نیست، در غیر از این حالت دیگه دروغ گفتن جواز نداره. شاید هم که امول از تهدید به مرگ شود. بله بله، و در حالت ها میتونه که دروغ مشکل نداره. باید تعداد کسی هستند که در دروغ گفتن خود قسم هم یاد میکنند. بله بله، و قسم میخورند به یک موضوع که میگه اینمی کار اینمی در بود، در حالتی که ما خود مطمئن هستیم که نبود، ولی قسم هم یاد میکنند. یکی خوب مسائلی بود که ما این مورد را گفتیم که دروغ گفتن اجازه هست از طرف شرع، مشکل نداره. بله. امی دروغ های مصلحت آمیز است. اما دروغای دیگه که غیر از این سه مورد میایه، کسی جنس خودم بفروشد دروغ میگه که به خدا و یا با والا یا با فلان و فلان، این برای من چی نمیمانه؟ فایده نمیمانه، در حالی که خوب صحیح فایده سر از او چپه کرده. این دروغ ها دروغ های بسیار کلان هست، گناه بسیار بزرگ هست که انسان مؤاخذه میشه، و قسم ناحق یک گناه، دروغ گفتن دیگه گناه، فریب دادن برادر مسلمان یا خواهر مسلمان دیگه گناه. بله. این گناه ها همیشان یک جای میشه که گناه بسیار بزرگ هست، باید از این پرهیز بکنیم و اجتناب بکنیم انشاءالله. سوال بعدی را فهیم حکیمی پرسیدن، گفتن که چرا قرآن و نماز را غیر زبان عربی به زبان دیگر کسی نمیخونه، و گفتن که حتی ما شنیدیم که میگن اگر به دیگر زبان بخوانی کار بیهوده و فاقد ارزش است، اگر به زبان خود ما بخوانیم درکش هم بهتر است. در این مورد اگر استاد معلومات بتین. در رابطه با این چند دقیقه وقت داریم که بیشتر بعد تشریح بتیم. خب، در رابطه با این که نماز خواندن یا قرآن تلاوت کردن به زبان دیگر، شما ببینید که زبان هر زبان ناقص است جز زبان عربی. الله تبارک و تعالی میگه که ما قرآن را به زبان عربی مبین که واضح و آشکار هست نازل کردیم. زبان قرآن زبان واضح و آشکارا هست. شما اگر بیایم تنها سر یک الرحمن الرحیم بحث بکنیم، الرحمن الرحیم ادبا
لغت عربی میگن که اسم مبالغه هست، یعنی خداوند بی نهایت مهربان و بی نهایت رحیم هست. اگر ما این بی نهایت مهربان و بی نهایت رحیم را در دری ترجمه میکنیم که الله بی نهایت مهربان و بی نهایت رحیم هست، اون معنایی که رحمان و رحیم داره را نمیده، درست است؟ به این خاطر این تغییری در زبان میاد، یک مسئله. دوم دیگه، قرآن را اگر ما میاییم به زبان دیگه ترجمه میکنیم و او ترجمه از او را ما میخوانیم، اکثرا ما ترجمه ای که میکنیم ترجمه مفهومی میباشه، به خاطر از اینکه ما افهام و تفهیم شوا بفهمیم به معانی قرآن، و این ما نمیتونیم که به زبان دیگه بخوانیم. به این خاطر قرآن باید به زبان عربی خوانده شود، نماز باید به زبان عربی خوانده شود، تا اینکه ما بتانیم لذت را ببریم و حظ ببریم و از او اجر و پاداش ببریم. اما در رابطه با ترجمه قرآن میتونیم که هم متن قرآن را بخوانیم هم ترجمه‌اش را بفهمیم که خدا برای ما چی گفته، نه اینکه تنها زبان را همیشه پس بکنیم بگوییم که نه زبان دری بله. زبان دری ما ناقص هست، هر زبان دیگه جز عربی ناقص هست. بله. بطیلا محمدی از مزار سلام تقدیمتان کرده، در رابطه با روزه پرسیدن که در امیده ها که دهه محرم است روزه کسایی که میگیرن. بله، روزه گرفتن روزه دهه محرم، روزه دهم محرم سنت هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتن و گفتن که اگر ما سال آینده زنده بودم نهم و دهم محرم را چی میکنم؟ روزه میگیرم. و در رابطه با اجر و پاداشش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که گناه های یک سال را مورد عفو خداوند متعال جل و علا شنه قرار میده. پس چقدر خوب است کسایی که بتانند از این وقت استفاده بکنن، از این فرصت روزه نهم و دهم عاشورا را بگیرن بخیر ان شاء الله. استاد سوال بعدی از دوست ما فهیم جان است، یک دقیقه وقت داریم. در صورتی که شوهر یک خانم گم شود و خانم با شخص دیگر ازدواج کرده میتونه، بعد از چه مدت میتونه ازدواج کنه؟ و در صورتی که شوهر سابقش پیدا شود نکاح با شوهر دومی فسخ میشه یا خیر؟ بله، خدا کنه که وقت بتونیم تکمیل بکنیم. در مذهب احناف این هست که اگر کسی خانمش شوهرش مفقود میشه، خانم باید 70 سال منتظر بمونه. 70 سال. این قول امام ابو حنیفه بله. است. اما حنابله میگن که نه، 4 سال باید منتظر بمونن، که جمهور فقها به می هستن که باید 4 سال منتظر بمونن. اگر 4 سال هیچ احوالی از اینا نداشت و دیگه معلوم نمیشد، سر درک از این شوهر هیچ نبود، اینا تجسس کردن، پالیدن، نیافتن، خانم میتونه که با کسی دیگه چی کنه؟ ازدواج بکنه. اما اگر مطمئن بودن یا حداقل میفهمیدن که شاید پیدا شوه، در این صورت شک وجود داشت که شاید پیدا شوه، در این صورت اینا چی نکنن؟ ازدواج نکنن. و اگر استاد گفتن اگر شوهر سابقشان باز پیدا شوه بعد از مدت 4 یا 5 سال، باز نکاحشان با شوهر دومی فسخ میشه یا نه؟ بله، چون در اینجا غیابت صورت گرفته و یه طلاق نخنه طلاق واقع شده، چون به نیابتن وکیل یا قاضی طلاق از اینا را میده، این طلاق واقع شده که با اینا ازدواج کرده. بسیار تشکر استاد، بسیار خوش آمدید. سلامت باش. وقفه میگیریم. سلام دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک بکنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک بکنین.